سلام مجدد دوستان عزیز، برگشتیم در ادامه برنامه صبح جهان هستیم. انشاءالله که در هر گوشه و کنار که هستین خوب جور صحتمند باشین. برنامه صبح جهان هم الی ساعت 10 هست. از شما هم دعوت میکنم تا آخرین دقایق برنامه بیننده باشین. و خوشبختانه که اولین مهمانی که در کنار من هستن نظیر احمد نور، رئیس عمومی کمپانی لوکر میباشن و با ایشان در رابطه به نمایشگاهی که برگزار شد، البته دو و یا هم یک روز قبل، نمایشگاهی بین افغانستان و تاجیکستان ازبکستان بود که کدام محصولات به اینجا به نمایش گذاشته شد، با ایشان صحبت خواهیم داشت. سلام صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام صبح شما بخیر و صبح بینندگان خوب تلویزیون جهان. تشکر از شما، شما زنده و سلامت باشین. چقدر خوب است که در آغاز بگوین کمپانی لوکر کدام کارها را انجام میده و چگونه یک کمپانی هست؟ کمپانی لوکر در سال 2016 تاسیس شده با دو لاین ماشینری که پروداکت ما بیب دایپر است و همراه سنت ریپت یا نوار بهداشتی خانم ها. عالی هست. چقدر خوب است که در رابطه با این همچنان یادآور شوین، چون ما در آغاز برنامه همچنان گفتم که امروز صحبت ما بالای نمایشگاه ازبکستان و افغانستان هست که کدام محصولات اینجا به نمایش گذاشته شد. خوشبختانه نمایشگاهی که در این روز جریان داره درست شد که روز اول افتتاح شد و دیروز هم بود، امروز هم خوشبختانه هست. در این بیشتر از 200 کمپانی اشتراک کرده، یعنی 200 غرفه اونجا وجود داره که 50 کمپانی از این مربوط کشور دوست ازبکستان و بعضی کشورهای دیگه است و 150 غرفه دیگه از این مربوط صنعت داخلی، خدمات، تولیدات در بخش مخابرات، تکنولوژی، بانکداری، در این بخش ها اونا فعالیت دارن و اونجا به نمایش گذاشتن محصولات حالا. بله عالی. از محصولاتی که یادآور شدین که به نمایش گذاشته کدام محصولات هست؟ از تمام افغانستان تمام فابریکه دارا تقریبا سهم گرفتن. بله. و خیلی اقلام هست اونجا، دوستان باید ببینن از نزدیک غرفه را ویزیت بکنن ببینن که خیلی اقلام هست، حالا نمیشه که من یادآور شم. بله، یعنی میگین محصولات زیاد هست، یعنی نمیشه که باید دانه دانه نام در بخش خانما به هندیکرافت و بخش هایی که بهداشتی، بخش هایی زیاد است اونجا، باید دوستا تشریف بیارن، امروز روز آخر است، استفاده بکنن از چانس و اونجا خیلی تخفیف هم دارن کمپانی ها، بخصوص کمپانی ما 20% اونجا هاف دارد، یعنی تخفیف داریم. بله، چند روز دوام کردم این نمایشگاه؟ نمایشگاه برای 3 روز بود، 2 روز گذشته، امروز روز آخر است. امروز روز آخر است که هر کسی که علاقمند است برای نمایشگاه رو ببینه که کدام محصولات در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. و چقدر خوب است که از این هم یادآور شدن، چقدر تاثیرگذار بوده بالای کسایی که در نمایشگاه اشتراک داشتن، کسایی که محصولاتشان آوردن به نمایش گذاشتن. نمایشگاه یک راه بسیار ساده برای اشتهارات محصولات است. بله. دقیقاً مسئول به دسترس کانزیمر میرسه، به دسترس اما مصرف کننده میرسه. اینجا یک ارتباط بسیار خوب بین کمپانی و بین مشتری ایجاد میشه و این نمایشگاه هم بسیار دستاوردهای خوب داشت. پیام خوبی داشت برای خاطر که امروز روز اخیر است و کسایی که علاقمند هستن و دوست دارن که به این نمایشگاه برن، خوب شد که آدرسش همچنان فهمیدیم و چقدر خوب است که برین و از این نمایشگاه دیدن بکنین که کدام محصولات در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و همچنان از افغانستان و ازبکستان هست تماما محصولات به اینجا. برای بعضی کمپانی های ایرانی هم است و دوستا بیاین ببینین. یک وقت افغانستان میگفتن سوزن جور کرده راتانست، باز کتی چکش دکلی زد و سنجاق جور شد. او گپ نیست، شما بیاین ببینین که افغانستان ماشاءالله به خود کفایی رسیده. 70 چند سکتور است در افغانستان که به خود کفایی رسیده و در این عرصه ما حمایت دولت هم میخواییم. بله. که دولت ما را حمایت بکنه، صنعتکار را حمایت بکنه، چون ما اشتغال زایی میکنیم. بالاخره اشتغال زایی که شد جرایم کم میشه. ما بالای یک بچه‌ای که اونجا میای 8 ساعت سرش کار میکنیم، او دیگه وقتی که از فابریکه ما میبره به طرف خانه بره، او دیگه توان از این نداره که بره در سر کوچه ولگردی بکنه یا ای که بدماشی بکنه یا ای که جرایم بالاخره پایین میه با اشتغال زایی. بله، چقدر دولت در این عرصه با سرمایه گذارانی که در این نمایشگاه بود کمک و همکاری کرد؟ والا شاید هیچ کمک نکردن، به خاطر گفتن اما سال مالی آخر است، از نگاه فیزیکی یعنی از نگاه پولی کدام کمکی نتونستن. خب کمک های دیگه داشتن در سطوح وعده و وعیده است، انشاءالله که بتونن عملی بکنن، جنبه عملی بکشن. بله عالی هست. حتی در بخش امنیت هم با شما کمک نکردن؟ الان امنیت یک چیز بسیار مهم است. دقیقاً. برای صنعتکار و برای هر خوز به وطن یک چیز بسیار ضرورت است.
ما امید میکنیم که یک صلح دائمی بیاید به افغانستان و انشاءالله افغانستان بره به خودکفایی اقتصادی که این ضرور است برای هر کشور، برای هر بله وطن امروز نیاز است. همه آرزوی صلح داره، انشاءالله که یک روز شاهد زی باشیم که به خیر به خوبی صلح به کشور ما بیاید و همه ما وقتی بیرون میشیم از خانه با یک فکر آرام و آسوده از خانه بیرون شیم. خب بالای ای که نمایشگاه در کجا برگزار شد صحبت های همچنان همراه آقای نور داشتیم و چقدر خوب است که از این همچنان یادآور شوین که چقدر نمایشگاهی که برگزار شد بالای کسایی که مثلا اونجا آمدن و محصولاتشان به نمایش گذاشتن چقدر بالای سرمایه اونا تاثیرگذار بوده نمایشگاه. من پیشتر یادآور شدم نمایشگاه خوبی خود خیلی زیاد داره، چون در دنیا در تمام کشورها زیاد نمایشگاه ایجاد میشه و دولت هایشون سپورت میکنه اینجا. بله دیگه ما هم خوشبختانه اما سپورت وزارت صنعت داریم با خود، چون وزیر صاحب صنعت یک صنعتکار است، پیش از اینکه وزیر باشه یک صنعتکار بوده. ما امید میبریم که بتونه کشتی صنعت به یک ساحل برسانه و به یک موفقیت انشاءالله که بیانجامد. بله چقدر این نمایشگاهی که برگزار شد قابل قبول مردم قرار گرفت؟ بازدید کننده ها خیلی زیاد بود، خیلی دوستا میاین بازدید میکنن، علاقمندان بیش از حد بیش از حد بود بوده. بله چون یک پدیده نو است در افغانستان. بله انشاءالله که بتونیم اکثر دوستان را داشته باشیم، اکثر وطنان ما بیان ببینن از تولدات خود. یعنی دیروز ما یک چند لحظه در غرفه ما اونجا است و حضور داشتم، بعضی از دوستان میان که ساخت افغانستان است، امکان نداره شما تولید خارجی را آوردین اینجا میگین که ساخت افغانستانه. داکومنتری را برشان دادیم که برادر این تولید است، این بچه های افغانی زحمت میکشه. بله. ما ماشینری را آوردیم، 2 سال انجینرهای خارجی آمد با ما کار میکردن. بله. و بالاخره آلت کمپانی ما کاملا افغانی است. بله چقدر افراد همراه شما همین اکنون کار میکنن؟ در یک شفت کاری 100 نفر کار میکنن. چقدر عالی هست، یعنی بر 100 نفر هم خوشبختانه که یک شغل هم پیدا شده. خوشبختانه که 30 تا 35 نفرش از خانم ها هستن. عالی هست، خانم ها همچنان شرکت کردن کار میکنن و امرار معیشت میکنن از این. بله عالی است. از غرفه یادآور شده این آقای نور، آیا محصولاتی که هست مثلا به نمایش گذاشته میشه غرفه به غرفه می باشه؟ بله 2 ساعت غرفه اونجا وجود داره. هر کمپانی هر شرکت هم غرفه خود داره و اونا محصولات خود در هر غرفه خود جدا جدا دوستان میتونن که برن اونو تشریح میکنن و معلومات میدن. بله نمایشگاهی که برگزار شد در افغانستان برگزار شد، آیا تصمیم همچنان دارین که نمایشگاهی در ازبکستان همچنان برگزار شود؟ بسیار خوب است، چون اونا دوستای ازبکی آمدن اینجا پروداکت های خود آوردن و اونجا اگر بتونه دولت ما اونجا زمینه را مساعد بسازه که ما بریم با این پروداکت های خود اونجا برای دوستای ازبکی ما برمایش بگذاریم و اونا بفهمن که اینا هم صنعت دارن، بالاخره کار میکنن، چون یک ذهنیت است در عموم یک ذهنیت است که افغانستان نمیتونه. بله میتونه برادر، هیچ اما یک مطلب است که می کلاسیکی که هم است که مو نداره. بله دیگه ما میتونیم به تمام قوت میتونیم انشالله خوبتر هم میتونیم. بله بدون شک که میگه بدون زحمت راحت نمی باشه، وقتی ما زحمت بکشیم پس حتما یک روز ثمره او را همچنان میگیریم. و چقدر خوب هست که جوانان ما بر کشور خود ما کار بکنن، نه اینکه مثلا از کشور برن به کشور خارجی و به خارج از کشور کار بکنن. مثلا همین نمایشگاه که من فکر میکنم شاید بیشتر از دختر خانمایی که هست شاید دختر خانم باشه، بیشتر از آقایان که هست شاید پسرای جوان باشه، و چقدر خوب شده که اینجا آمدن و صاحب یک کاروبار شدن. دقیقاً نفوس افغانستان بر شما معلوم است که اکثریت جوان ها تشکیل. بله جوانترین نسل کار در دنیا افغانستان داره و اصل یک جامعه همچنان جوان می باشه. بله و نیروی کار ما جوان است، چون در یک کشور ها یک طفل می داشته باشن اونمو باز پیر میشه، از 2 نفر یک نفر می مونه. و افغانستان ماشاءالله هر کس یک تعداد کثیر از فامیل می داشته باشه و طفلایش، بالاخره نفوس جوان زیاد است افغانستان. بله و ای اگر به خارج بره به کشورهای همسایه پناهنده شوه یا به کار بره، ما و شما خیلی پیامد بد داریم از این. بله. چون اکثرا معتاد، اکثرا کسی از پس میایه که اصلا به درد وطن نمیخوره. بله پس چقدر خوب از جوانای ما کوشش بکنن تا ای که کشور ما همچنان مثل کشورهای پیشرفته شوه. دقیقا هیچ بهتر است که جوان همینجا درس بخونه، همینجا کار بکنه، همینجا به سرپای شوه.
صاحب یک لقمه نان باشه. بله، چقدر همین نمایشگاهی که برگزار شد باعث این شد که مثلا جوانایی که به طرف کشورهای دیگه هستن اونا تشویق شوند و به چون نمایشگاهی؟ ما به خیلی از جوانا را داشتیم در نمایشگاه ویزیت میکردن از غرفه ها و حتی همونجا پشت کار میگشتن. بیرون از افغانستان بودن؟ نه خیر، در داخل افغانستان. و بیرون از افغانستان دوستایی که هست بسیار خوب است، اشتراک میکنه، اونا قبلا اشتراک کردن میفهمن. بله. اما خوبی نمایشگاه. بله، عالی هست. کسایی که میخواین مثلا در این نمایشگاه اشتراک بکنن یا هم فروشنده باشن، محصولاتشان رو بیان به فروش بگذارن یا به نمایش بگذارن، باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟ اینجا خب در بازار در تمام دنیا دو نوع رقابت است. بله، یکی پرایس کمپتیشن است، یکی کوالیتی کمپتیشن. یعنی اگر نرخ دام خوب نباشه نمیشه. بله. و اگر که جنسیت هم نداشته باشه، جنس مرغوب نباشه، نمیشه. دیگه بنابراین این دو نکته رو باید در نظر داشته باشه. بله، بدون شک. نرخشان خوب باشه و هم جنسیتشان. بله، یک پیام هم از شما می داشته باشیم. با امید صلح سرتاسری در افغانستان، صلح واقعی که 20 سال است، بیشتر از 20 سال است مردم در انتظارش است. بله. انشاءالله که به زودی بیایه بخیر. انشاءالله ما هم امیدوار هستیم که یک روز شاید صلح آمدن باشیم و حال هم بریم یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم.